بسم الله الرحمن الرحیم. همکارای عزیزم در اداره ارتباطات عامه، سخنگویان محترم نهادهای مختلف دولتی، اعضای محترم رسانه ها، خبرنگارای محترم، امروز مسرّت دارم که در محفل معرفی دو همکار عزیز ما، فاطمه جان مرچل که به عنوان معاون سخنگوی مقام عالی ریاست جمهوری تعیین شدن و استاد محمد حیدری که به عنوان متخصص در امور ارتباطات عامه در دفتر اداره ارتباطات عامه مقرر گردیدن اشتراک میکنم. این دو جوان که امروز در پهلوی سایر جوانایی که در خدمت شما هستند امروز کار خود در راستای اطلاع رسانی، توزیع موضع‌گیری های دولت و دفاع از حقوق، آزادی ها و ارزش های مردم افغانستان آغاز می کنند، از این نسل افغانستان جدید هستند، از نسلی که بعد از یک دوره تاریک جهل، یک دوره تاریک جنگ و بدبختی در افغانستان با پویایی رسیدند، در امی جامعه زندگی کردند، درس خواندند، با قبول هزارها مشکل امروز بالاخره در خدمت مردم افغانستان میان. برای هر دویشون موفقیت میخوایم. فاطمه جانی، تا تدیر موفقیت غواړم. هغه په دې دلیل چې د افغانستان په ټولنه کې د یوې ښځې لپاره په عامه ډګر کې کار کول دا اسانه کار نه ده. ډیر محدودیتونه ډیر دي متاسفانه، او زه امیدواره یم چې په صداقت، په شجاعت او په شهامت خپل کار پر مخ بوزي او له مشکلاتو سره مبارزه وکړي. حیدری صاحب، به شما موفقیت میخوایم. یکی از کادرهای بسیار خوب و جوان از این مملکت هستین، از اینکه پذیرفتین که در دولت در یک بخش بسیار اساس کار بکنین و در فضایی که کار ما و شما بیشتر از بسیاری کارهای دیگه اهمیت زیاد داره به مردم افغانستان و به سرنوشت مردم افغانستان، تشکر میکنم از شما. در چند ماه گذشته ستونهای کلان از این جامعه را متاسفانه از دست دادیم. دیروز پریروز استاد رهنورد زریاب، یکی از کلانترین نویسنده های از این مملکت، از راوی های کلان از این مرز و بوم درگذشت. بیشتر از او لایق صاحب درگذشتن، لایق صاحب سلیمان لایق که هم یکی از راوی های کلان فراز و فرود های زندگی از این مردم بود، اونا درگذشتن. پیش از او جناب استاد حیدری وجودی درگذشتن، دکتر صاحب سهیلا صدیق درگذشتن، سپاهی صاحب، بزگر صاحب و یک تعداد زیاد از ستونهای از این جامعه که نقطه وصل بودن بین تاریخ و بین گذشته از این جامعه و بین از این نسل در این جامعه درگذشتن. بر خانواده همشان اظهار تسلیت میکنیم و ما امید و مطمئن هستیم که این نام ها در تاریخ افغانستان نسل در نسل از طریق کارهایی که کردن، مبارزاتی که کردن و از طریق آثاری که از خود به جا گذاشتن زنده خواهد بودن. در پهلوی صدها جوان در این مملکت که در سنگرهای داغ دفاع از وطن جانهای خود را از دست دادن، سربازای از این مملکت، سربازای اردو، سربازای پلیس، از امنیت ملی، تلفات ملکی داشتیم. محصل ما در پانتون کابل متاسفانه جان خود را از دست داد، به شهادت رسید در یک عملی وحشیانه. محصلین ما، شاگردای ما در کورس کوثر دانش متاسفانه مورد حمله قرار گرفتن و جانهای خود را از دست دادن، شهید شدن. به این ترتیب
قصه رنج و درد و الم خانواده خانوادی از این مملکت متاسفانه همچنان ادامه داره. در یک ماه گذشته شاهد از دست دادن یک تعداد از خبرنگارای جوان از این کشور بودیم. خبر شهادت یک تعداد خبرنگارای جوان از این کشور که به خاطر آزادی بیان، به خاطر دفاع از ارزش آزادی بیان در افغانستان متاسفانه به شهادت رسیدن. در این مورد انتقادهای بالای حکومت وجود داره، مبنی به این که مبنی بر عدم رسیدگی به قضایای مربوط به خبرنگارا. اولی رو باید بگویم که خبرنگارا، دولت و خبرنگار، ما همه در یک صف هستیم. از تمام کسایی که اینجا امروز حضور دارن، مثالش من خودم که از عین خانواده، یکی ما کارمند دولت هستیم، یکی ما خبرنگار هستیم، یکی ما معلم هستیم، یکی ما کاروبار آزاد داریم. ما اعضای جدایی ناپذیر امی جامعه هستیم. پیوند خانوادگی داریم، پیوند دوستی داریم، پیوند ارزشی داریم با هم. یعنی دولت و خبرنگار یا جامعه رسانه‌ای دو پیکر از هم جدا نیستند. اینا اجزای یک پیکر هستند. پس در درد و در غم خانواده از این خبرنگارا و جامعه رسانه‌ای افغانستان شریک هستیم. خوشبختانه که قاتل خبرنگار بسیار خوب افغانستان شهید الیاس دایی دستگیر شد، اعترافات خود را کرد، مربوط به گروه طالبان بود، اعترافاتش نشر هم شد و مورد پیگرد قانونی قرار دارد. قاتل ملاله میوند که بر دولت افغانستان گرفتاری از او بسیار مهم بود، مهم به دلیل ازی که در پهلوی ازی که ملاله میوند یک خبرنگار بود، یک زن بود، یک زن با شهامت، یک زن شجاع که در بدترین شرایط کاری امی شهامت کرده بود که صدای رسای زنهای افغانستان باشه. قاتلش در عین روز گرفتار شد. ده ملاله میوند قاتلان بلکه گرفتار سول، اعترافاتی وکرل، داعش مسئولیت واخسته او انشالله جدی قانونی برخورد با ورسرکی. در دو مورد دیگه کیه که وفات رئیس اسبق تلویزیون خورشید جناب رفیع صدیقی فقید بود، مسئله انتقادات سر حکومت شد که این قتل مرموز است. وزارت داخلی افغانستان، امنیت ملی افغانستان تمام اسناد و شواهدی را که چیگونگی وفات رفیع صدیقی را نشان میداد با نهادهای مسئول رسانه ها و با نهادهای دفاع از خبرنگاران شریک ساخت. تصمیم جمعی حکومت و نهادهای مدافع حقوق ژورنالیستان ای بود که به خاطر شخصی بودن نوعیت وفات جناب صدیقی صاحب، به خاطر حرمت به خانواده و به دوستان جناب صدیقی صاحب، مسئله وفات جناب صدیقی صاحب در محضر عامه مطرح نشه. مسئله شخصی است و در همو حد باید بانه. این یک توافق مشترک ما و از نهادهای رسانه‌ای بود در اون مورد. در آخرین مورد، در قسمت وفات فردین امینی، جوان بسیار با استعداد و خبرنگار بسیار خوب افغانستان، شما مسائل ابتدایی را و دریافتهای ابتدایی که هست شما حتما شنیدین. دریافتهای وجود داره، اما پیش از اینکه ما قضاوت قطعی در این مورد بکنیم، مسئله زیر پیگرد جدی قرار داره و در هر دو صورت اگر خدای نخواسته قتل هم بوده جزئیات شریک خواهد شد و اگر قضیه ابعاد دیگه هم خواهد داشت
با مشوره به خانوادهش، با مشوره به دوستایش و با مشوره به نهادهای رسانه‌ای جزئیات از او را با مردم افغانستان شریک خواهد کردیم. یمای سیاوش جوان بسیار خوب، خبرنگار، یکی از بهترین خبرنگارای امی عصر در افغانستان، در زمانی که مورد حمله قرار گرفت کارمند بانک مرکزی افغانستان بود. او مسئله نه تنها از بعد از این که یمای سیاوش یک زمان خبرنگار مطرح از این مملکت بود بر ما مهم است، بر دولت او به عنوان ترور سیتن از کارمندان دولت هم بسیار مهم است که باید ردیابی شود. آخرین معلومات ما این است که پیشرفت های زیادی در اون ناحیه شده، اما خواهش نهادهای امنیتی ما این بود که تا زمانی که اونمو پیشرفت ها نهایی نمیشه، جزئیاتش میتونه که تحقیق صدمه برسانه. با او دلیل هم انشالله به زودی نهادهای کشفی و استخباراتی و امنیتی ما چیزهایی برای گفتن خواهند داشت. در کل خانواده مطبوعات و رسانه های افغانستان مثل هر قشر دیگه در این جامعه هدف هستند بر دشمن. دشمن یک هدف داره، او ای است که هر ارزشی را که ما و شما مشترکاً در 19 سال گذشته پرورانیدیم، هر ارزشی را که ما را یک جامعه باز، یک جامعه کثرت‌گرا، یک جامعه دارای یک صدای رسا می‌سازه، او را مورد حمله قرار می‌دهند. چی او کارمند حکومت باشه، چی او سرباز باشه، چی او خبرنگار باشه، چی او محصل باشه، چی او استاد باشه، چی او عالم باشه، چی او عالم دین باشه، دانشمند باشه، ما در مجموع متاسفانه زیر حمله هستیم و مقاومت ما، همگرایی ما، یک دست بودن ما، هم صدا بودن ما، هم نوا بودن ما در مقابل از این دشمن مشترک انشالله ما را کمک خواهد کرد تا از این روزهای دشوار به خیر بگذاریم. دو سه روز پیش، نه زیادتر، یک هفته پیش شاید، یک گزارش در روزنامه اطلاعات روس نشر شد به ارتباط استفاده از کد 91. گزارش اطلاعات روس بسیار خبرساز شد. در این مورد چند گفتنی خدمت شما دارم که امیدوار هستم که رسانه‌های محترم با همو گونه که گزارش نشر کردن، با همو گونه صحبت‌های ما را هم به این ارتباط نشر بکنن. منطق کد 91 ای است که وقتی بودجه سازی میشه در افغانستان، تمام فصل‌ها و باب‌های بودجه افغانستان وقتی که تعیین میشه، این فصل‌ها و باب‌ها در جریان سال نمیتونه به او چیز تزیید یا تنقیص شود یا از او استفاده غیر از او هدفی که برش در شروع سال تعیین میشه استفاده شود. با همو دلیل هم است که هر سال که بودجه تصویب میشه، یک کد، یک فصل در بودجه به نام کد 91 یا فصل 91 در بودجه گنجانیده میشه. کد 91 به خاطر ازی در بودجه گنجانیده میشه که وقتی در جریان سال مصارف میشه که در وقت بودجه سازی پیش بینی نشده بود، از او استفاده شده بتانه. و صلاحیت استفاده از کد 91 برای رئیس جمهور سپرده میشه. اما کد 91 یک چیز جدا از بودجه نیست، یکی از کدهای بودجه است که از طرف پارلمان هم تصویب میشه. وقتی بودجه در مجموع تصویب میشه، کد 91 جزء بودجه رسمی افغانستان تصویب میشه، با تفاوتی ای که کد 91 میش به خاطر ازی است که در جریان سال اگر مصارف میشه از او استفاده شود.
در اواخر سال 98 گزارش های برآمد در رسانه ها. در اون زمان بعضی اسناد افشا شد که ظاهراً برداشت ای بود که کد 91 به خاطر اهدافی که از او استفاده شده به خاطر او اهداف نبوده. در اون زمان هم ما استدلال خود را داشتیم، اما رئیس جمهور افغانستان مجلس را خواستن و امر کردن که بعد از این در بودجه سازی سال 99 کد برای استفاده از کد 91 باید یک لایحه ترتیب شود. یک لایحه ترتیب شد برای چگونگی از استفاده از کد 91. یکی از مسائلی که در او موادی که در او لایحه بود ای بود که هر زمانی که مصرف غیر قابل پیش بینی پیش رو می آید که ایجاب میکنه از کد 91 استفاده شود، اداره ای که متقاضی بودجه است همراه با وزارت مالیه و ریاست اداری امور مشترکن ده کمیته سه نفری تصمیم بگیرن، عرصه اداره امضا بکنه، بعد از او این سند به امضای رئیس جمهور افغانستان میرسه. بعد از او سیستم امیشت. دلیلی که را یادآوری کردم این است که امی اسنادی که امروز یا چند روز پیش نشر شد، یک قسمت ازی در امو سال 98 نشر شده بود. در نتیجهش حکومت اقدامات را کرد، ولی که چرا بازی اسناد یک بار دیگه در آستانه سال 1400 نشر میشه، در حالی که یک بار حکومت بر عین تیپ گزارش ها اقدام کرده بود، یک چیزی است که بر ما قابل درک نیست. دوم، به ارتباط اداره ارتباطات عامه و استراتژیک. یکی از اداراتی که در گزارش روزنامه محترم اطلاعات روز آمده که گویا از کد 91 استفاده نادرست شده. ده جمهوری ریاست ده ارتباطات و آمه ارتباطات و استراتژیک و اړیکو اداره د اتنویم کال د حمل په میاشت کې جوړ شو. په هغه وخت کې بودیجه تړلې وه. د جمهوری ریاست د دغې ادارې د نه میاشتنیو مصارفو لپاره څه په هغه کې د زموږ د ځینو همکارانو معاشونه، نور مصارف او امتیازات هم شامل ول، چون د کال وسط و په هغه وخت کې د بودیجې د نورو فصلونو او بابونو نه استفاده نسوی کېده، نو د جمهور رئیس د حکم پر اساس دغه مصارف د دې ادارې د 91 کوډ نه انتقال سول، تعدیل سول هغه نورو کوډونو ته، چې هغه طریقه بیا د موږ د همکارانو معاشونه ورکول کېدل. یعنی در سال 98 وقتی که اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ساخته شد، وسط سال بود، سه ماه از سال گذشته بود، بودجه بسته بود، به خاطر مصارف و معاشات همکارای ما، جلالت نواب رئیس جمهور به وزارت مالیه امر کردند که از کد 91 یک مقدار پول به فصل و باب مربوطه تعدیل شود، از او طریق معاشات و امتیازات همکارای ما پرداخته شود. این کار غیر قانونی نیست. دو، کد 91 یک چیز مجزا از بودجه افغانستان نیست. سه، آنچه همکارای ما در نومای سال 98 به نام معاش امتیاز دریافت کردن یک چیز غیر معمول نیست. معاشاتشان، امتیازاتشان به شمول معاش امتیاز ما از نرم قانونی که دولت بر بست های مختلف ادارات دولتی
ترتیب داده مجزا از اون نیست و معاشات از اینا از یک مجرای خارج از بودجه که در وزارت مالیه تطبیق میشه خارج از اون نیست. فقط این به خاطر وضاحت به دلیلی میگم که ذهنیتی که به وجود آمده ای است که گویا کد 91 یک چیز مجزا از بودجه رسمی دولت است و متاسفانه ذهنیت که به وجود آمده ای است که این به خاطر امتیازگیری های شخصی از او استفاده میشه، چنانچه در قسمت اداره ارتباطات هامه هم همی کار شد. ما براتون 3-4 مثال میدم. آقای لطیف محمود رئیس محترم مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت یک سال پیش پدرشان قبلگاهشان یک جنرال با عزت از این مملکت توسط طالبا به شهادت رسید. جناب محمود صاحب که یکی از گرداننده ها و یکی از ژورنالیست های مطری از این مملکت بودند به حکومت پیام دادن که پدر ما در راه دفاع از این نظام توسط طالب با امی وحشت شهید شد، ما میایم در پهلوی نظام استاد میشم و از نظام میخواهیم دفاع بکنم. جناب مینپال سیب معاون سخنگوی رئیس جمهور که یکی از کسایی است که معاشش از در یک مدت در یک زمانی از کد 91 گویا پرداخته شده، برادرشان وروری همدغه لحظه ستا سر خبری کوم د جناب مینپال سیب ورور له طالبانو سره اسیر ده. د مینپال سیب ورور په زابل کې له طالبانو سره اسیر ده. زی به درته وایم څه ولې دا مثالونه درکوم. فیروزبخت کجاست؟ فیروزبخت اینجا بیا. فیروزبخت اقبال زاده همکار ما، ما مادرشانم شناسم. مادر فیروزبخت سالها کار کرده در خانه ازی، در خانه ازو، تا ای که فیروزبخت به این حد رسانده که از فاکولته اقتصاد پانتون کابل با بهترین نمرات فارغ شد به اداره ارتباطات عامه آمد و با افتخار کار میکنه و ما با افتخار برش ماش میپردازیم. یاتسب چرته ده؟ یاتسب راس. یاتسب میر احمد یات جوان 31 سال است. دستیار ما است. دیما دستیار ده. یو دیر سکلان زوان ده. او و 50 کتاب نه ده انگلیسی، اردو و فارسی نه په پښتو ژباړلی. شما در دنیا بر ما مثال بتین که یک جوان 31 ساله 57 کتاب در 31 سالگی ترجمه کرده باشه، کتابای مدیریت، کتابای اقتصاد و غیره، کتابای تاریخ و غیره و غیره. با افتخار دولت بر شماش میپردازه به خاطر کاری که میکنه به افغانستان. همکار دیگه ما چی شد؟ دین لابیا من این 4 نفر براتون معرفی میکنم، باز دلیل من میگم که چرا معرفی میکنم. دین الله یک جوان است از خواهان بدخشان، آمد به کابل درس خواند، از فاکولته فارغ شد، ماها در امی اداره با وجود از یک فامیل بسیار فقیر است رضاکارانه کار کرد، تا ای که بالاخره یک روز فرصت برابر شد که دین الله شامل تشکیل اداره شد و امروز ماش میگیره و ماش خود روان میکنه بدخشان تا خانواده خود بچلانه. تشکر. دلیلی که براتون میگم این است که متاسفانه یک روزنامه آمد به هر دلیلی که بود قهرمان شدن به خاطر از این که یک راه بر از این پیدا شود که خوانندهش زیاد شود. امیم کارهای مرا متهم به این ساخت به شمول خودم که ما از کد 91 استفاده نادرست کردیم. امی هم کارهای ما که در امی اداره کار میکنن شب و روزی به خاطر اطلاع رسانی، به خاطر ازی که خبر کار به مردم افغانستان برسه، صدای مردم افغانستان به رئیس جمهور افغانستان برسه،
رسانه ها کار رسانه ها تسهیل شود و هزار کار دیگه شب و روزی میکنن. رئیس جمهور برشان ماش پرداخته، از کد 91 پرداخته، از کد 92 پرداخته، از کد 93 پرداخته. پشیمان نیستیم، جوانای از این مملکت هستن، هر کدامشان یک خانواده را میچلانن به شمول ما و ایره حیف و میل ترقی کردن، فساد تلقی کردن، جفا در مقابل کار و زحمت شب و روزی از این جوان است. یک تعداد پیدا شدن بعد از این گزارش، سیاسیون افغانستان، یک تعداد از اعضای پارلمان یک موج سواری عجیبی را شروع کردند. به خاطر داشته باشند، بحثای در پارلمان شد، یک تعداد برآمدند، انتقادهای عجیب و غریب کردند، دشنام هم دادند، نفرین هم فرستادند. ولی گزارش اطلاعات روز کدام کشف نو نیست. چیزی را که اطلاعات روز میگه از گزارش قطعی حکومت افغانستان از سال 98 است. گزارش قطعی وقتی که ساخته میشه، گزارش قطعی یعنی گزارش مصارف حکومت. هر سال وقتی که گزارش مصارف حکومت ساخته میشه به اداره تفتیش فرستاده میشه، اداره تفتیش نظریات خود نوشته میکنه، یک کپیش پس به حکومت روان میکنه، یک کپیش به پارلمان افغانستان روان میکنه. گزارش قطعی سال 98 در ماه اسد به مطالعه اعضای پارلمان فرستاده شده بود. امی اعضای محترم پارلمانی که امروز صد رقم بهره‌جویی سیاسی میکنن از این مسئله، پنج ماه امی گزارش پیش رویشان افتاده بود. تا وقتی که گزارش اطلاعات روز نبرآمد و یک غوغای عجیبی که ناشی از بیخبری، ناشی از تعریف معلومات بود، ایجاد نشد، اینا خاموش بودن. خانم ناید فرید، پیام اول ما خوب خانم ناید فریدی است که شما ادعا دارین که من نماینده مردم گرسنه و بینان و بده سرخان مردم افغانستان هستم و اینا که در حکومت هستن اینا فاسد هستن. خانم ناید فرید، نه زندگی خودت زندگی بینان و تبلور یا انعکاس زندگی یک آدم بینان و بده سرخان از این مملکت است و نه از بسیاری های ما. از او جایگاه خودت هم صحبت کردن نمیتونی، من هم نمیتونم. رحمانی صاحب یک پرپری دور و دراز در فیسبوک خود نشته کرد. آقای عارف رحمانی، آقای عارف رحمانی به یوتیوب تشریف ببرین، وزیر مالیه وقت صحبتهای در موردتان کرده بود چندین سال پیش، یک روز بین به مردم افغانستان در قسمت از او جواب بتین. وزیر مالیه وقت برتان گفته بود که شما در یک تجارتتان 1.5 میلیون دلار نقص کردین و پیش حکومت آمدین که ما به صورتی به فلان رای میتم و استیزا نمیکنم که حکومت بر ما 1.5 میلیون افغانی بده، 1.5 میلیون دلار بده، افغانی نه، که 120 میلیون افغانی میشه. شما در او جایگاه قرار ندارین که بیاین سر چند نفر از حکومت، سر همکار ما و سر ما اعتراض بکنین. نبیل سبدی ما هم کرد یه عمرم به دقیق حکومت که سر کار وک دی ما دوستم ده، دی ما همکارم ده، هر مسئله چه پیدا سی دی پا غم موج تر طول مخی و رسپور بی پا دقیق مسئله کی جناب نبیل تاسم دا خبر وکړه سواله دا حکومت دا پیسې ایف مل کړی دی، دی ما اکسم پا کیه و زی دا وست در توایم دقیق دی ما دا دارایی فرمه ده، فرمه دارایی مست. جناب نبیل سب، تمام جزیات دارایی ما از 25 سال کار ما در اینمی است، به شمول از اینکه دخترم و بچه‌م در مکتب چند فیس میتن، به شمول از اینکه خانمم چقدر زیور داره، به شمول از اینکه در سال 2000 که ما کار میکردم چند ماش میگرفتم و تمام مصارف ما و تمام جزیاتش در اینترنت هم است، در سایت اداری امور. اگر کسی کار داره کپی هارد کپیشون برش میتیم. نبیل سب این داراییم است. ما امی لحظه هم حاضر هستم که امی تمام دارایی خود به 5% دارایی خودت معاوضه کنم. این سوال نمی کنم که از کجا شد و چطور شد. تمام دارایی خود به یکی از خانه هایت نمی کابل میتم. ما 25 سال در امیجا کار کردم. اینمی جوانایی که اینجا هستن کل ما هم دیگر رو میشناسیم. ناید فرید هم مرا میشناسه، نبیل هم مرا میشناسه، رحمانی هم میشناسه، شما هم میشناسین، ما هم میشناسیم، همه ما یکی دیگه خودم میشناسیم.
اما به خاطر از اینکه یک فضا ایجاد شد، باز در او فضا یک موج ایجاد شد، باز هر کدامتون سر از او موج استاد شوین و موج سواری کنین، بدون از اینکه برای یک لحظه فکر کنین که یک صحبت غیر مسئولانه شما سر زندگی یک فرد، سر خانواده از او فرد، سر شهرت از او فرد چی تأثیر میکنه. فقط یک فضای انرژی منفی را ایجاد کردین. هر کس که در حکومت از دزد است، هر کس که در حکومت از فاسد است، هر کس که بیرون از حکومت است و خوب است، هر کس که در پارلمان است او خوب است، هر کس که در رسانه است او خوب است. ما حکومتی ها آسیای دوزخ نیستیم، آسیان دوزخ نیستیم. خانواده داریم، کار کردیم، شهرت ما. من 25 سال است که در این نظام کار میکنم، 20 سال است که در این نظام حداقل کار میکنم و 25 سال از کارم میشه. من دیروز خود در افغانستان نامدم که 6 ماه میشه که من آدم فاسد شدم. 20 سال است که کار میکنم در این نظام. کلتان میفهمین، همه اعضای پارلمان هم میفهمن، کسایی که در حکومت هم میفهمن. من دیروز از پاراشوت پایین نشدم بر 6 ماه که بیایم اینجا دزدی کنم و باز پس برم. هر کسی که من یک بار دیگه تکرار میکنم، اینی راپور فرم ثبت جایداد ما است. هر کسی برای نهاد جامعه مدنی، رسانه، زکی جان دریابی، اطلاعات روز و غیره و غیره، هر کسی که میاد در زندگی ما، در خانه ما، در زندگی شخصی ما، مصارف ما، کار ما، طفل ما، در هر چیزی که میخواد تحقیق میکنه، باید تحقیق بکنه. دریابی سوی باز یک روز توییت کرد که ما خود نگفته بودیم که شما ایف مایل کردین. ایره خود مردم ایتور برداشت کردن و ما به مردم سلام میتم. برادر، مردم از گزارش خودت دریافت نادرست کردن. تو در گزارشت نوشته کردی که وید عمر 30 میلیون افغانی از کد 91 دریافت کرد. تو کاش نوشته میکردی که ماش اداره ارتباطات عامه برای 9 ماه سال 98 از کد 91 پرداخته شد. وزارت مالیه ماش کارمنده اداری ارتباطات آمر از این ناحیه پرداخت. تو خود نوشته کردی و ایدمر دریافت کرد. یه طور معنا میده که کسی در بوجی پول بر ما آورد و من ایره گرفتم به خانه خود بردم. ذهنیت شما ایجاد کردین. ایواز ازی که بازو ذهنیت درست کنین، باز یک موج سواری دیگه هم سر از او میکنین شما. ما همکارایم، تمام همکارایی که نمیجا حضور دارن، 140 نفر کارمند دارم در اداری ارتباطات آمر. 80% از ای یا 90% از ای جوانایی هستند که در اینمی افغانستان بعد از سال 2001 با ارزش، با اصول و با هم یک قاید مشترک کلان شدند و امروز در اینمی جه هستند. هر کدامشان مسئول یک خانواده هستند، یک خانواده را نان میدن. افتخار میکنم سر امی کارمندا، افتخار میکنم سر از امی همکارا، افتخار میکنم سر تمام از او همکارای ما که در ادارات مختلف در بخش اطلاع رسانی کار میکنن. کار ساده نیست. تهدید هم است، محدودیت هم است، صد رقم مشکل داریم هر کدام ما در کار خود. در زندگیش مشکل امنیتی هم داریم، مشکل اقتصادی هم داریم، صد رقم مشکل داریم، لیکن کار میکنیم. آخر روز برخورده که با ما میشه، این برخورد درست نیست. یک قسمت از این موج سواری ها در بین سیاسیون به خاطر ازی است که یک سراب به نام حکومت موقت به وجود آمده، یک ذهنیت کاذب و واهی به وجود آمده که گویا یک معامله میشه، باز یک حکومت موقت به وجود میآید و هر کس میخواهد جایگاه خود را دو تعیین کنه و هر کسی که میخواهد جایگاه خود را دو تعیین کنه بر حکومت اعتراضش بر حکومت است. نه، حکومت موقت سراب است. بازگشت به گذشته، برگشت به گذشته یک خیال واهی است. یگانه رای بقای ما به عنوان یک نظام، به عنوان یک مردم، به عنوان یک کشور در تداوم کاری است که 19 سال پیش شروع کردیم. اگر یک بار دیگه این قطار را به وجود آوردیم، 19 سال چی که 40 سال به عقب میریم. باز مسئولیتش هیچ کس گرفته نمیتونه. ما و همکارایم در مجموع حکومت، رئیس جمهور افغانستان و همگی فقط بر یک هدف کار میکنیم که افغانستان خدای ناخواسته یک بار دیگه به مو گرداب گذشته بر نگرده، افغانستان با مو جهل و تاریکی هایی که در گذشته بود بر نگرده. کار ما نواقص داره، کار ما کاستی داره، مشکل داره، مردم همی جامعه هستیم،
کار تاجر ما مشکل داره، کار حکومت ما مشکل داره، کار رسانه ما مشکل داره، کار جامعه مدنی ما 100% مکمل نیست، تکمیل نیست. مردم همین جامعه هستیم، مشترک کار میکنیم، در یک صف استاد هستیم در مقابل طالب. همین گزارش اطلاعات روز طالب هم توییت کرده بود، ذبیح الله مجاهد توییت کرده بود. ذبیح الله مجاهد توییت کرده بود صدا او گریده حکومت فاسد حکومت. ذبیح الله مجاهد طالب تو دغه اخلاقی سیاسی جایگان نلری. تا 15 کال پدی وطن کی حکومت وک ته دیتا یو صفه مالی راپور چرته ده؟ چا جرأت کاوه چې دیتا در مالی راپور پختنه وکی؟ چا جرأت کاوه چې تا نه پختنه وکی چې په زرهاو معلمین دی په کور کې نیولی د دوی ماش چیرې سو؟ په زرهاو ښځینه ډاکتران دی په کور کې نیولی دی تا د دوی ماش چا واخیسته؟ چا دا جرأت درلوده در نه دا پختنه وکی؟ زه خو یو دیموکراتیک حکومت یم، د ما د دوه کالو مخکې د مصارف و گزارش راوزی بحث پی کیږي، رسنۍ هم پی بحث کیږي، په تلویزیون کې هم بحث پی کیږي، خلک هم پی بحث کوي. د تا په ارتباط چا دا جرأت درلوده؟ که ته دا جرأت لرې دا اوس دې راسه ووایه څه دا موټر بمونه څه جوړې او دا عملې څه کوي او په میلیونها میلیونها پی مصرفوې دغه پیسې دې له کمه کوي. در قسمت آخر یک بار دیگه از همکارای عزیزم در بخش اطلاع‌رسانی حکومت خواهش ما آرزوی ما این است که روزهای سخت است، روزهای دشوار است، زیر تهدید هستین، زیر انتقاد بسیار غیر منصفانه هستین در وقتهای، اما کار شما، زحمات شما، مردم در افغانستان یک قسمت مردم در قسمت وضعیت حال معمولا قضاوت غیر منصفانه میکنن، لیکن تاریخ در قسمت شما، در قسمت ارزشایی که از او دفاع کردین، در قسمت نظامی که از او دفاع کردین، تاریخ در قسمت از او قضاوت خواهد کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر.